در این بخش میخوایم بپردازیم به مقوله اسلایسر، یعنی ما میتونیم از یک فایل آدیو برش هایی یا تکه هایی رو به وجود بیاریم و در یک ترک میدی اونها رو استفاده کنیم. این روش راه های متفاوتی هم برای دستیافتن بهش وجود داره، ولی الان میخوایم متمرکز بشیم روی یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش هاش که به این صورته که برای مثال فرض کنید من حالا یک کپی اول از همه از این لوپی که از یک قطعه درست کرده بودیم میسازم، رنگشم تغییر میدم که بدونیم این لوپ ما و نامشم تغییر بدیم. اول از همه کراپش میکنیم. میتونیم این هدفی که دارم اینجا اینه که این لیول ها رو برگردونم سر جاش، کنترل A و دیلیت، ولی صرفاً فقط یک میزان رو نیاز داریم، یعنی ما بقیه این بخش هایی که وجود داره اینا باید دیلیت شه. پس کراپ میکنیم در مرحله اول. الان ارزش کل این لوپ یک میزانه. حالا با کلیک راست و انتخاب گزینه Slice to New MIDI Track یک پنجره باز میشه. همونجور که ملاحظه میفرمایید نوشته که این لوپی که ما داریم رو بر چه اساسی خورد کنه، اسلایس کنه. اولین گزینه ترانزینته، یعنی بر اساس پیک هایی که وجود داره ایبلتون حدس میزنه اینا هر کدوم مربوط میشه به یکی از شات ها یا ضرب هایی که در این لوپ وجود داره، یا واحد های دیگه بر اساس نوت های سفید، سیاه که 1/4 هست، گرید سایز 1/8، چنگ، دولا چنگ، سلا چنگ، هر کدوم از اینا که مد نظرمونه. من بر اساس ترانزینت اگر بخوایم در دید اول ببینیم که دقت خود ایبلتون چقدر هست و از طرف دیگه میگه که حالا خود صدایی که میخواد انتخاب کنه چی باشه، که هم میتونید از یه سری پریست های آمادش این انتخاب رو انجام بدید یا بر اساس بیلت این بزنیم ببینیم از همین سمپلی که داریم استفاده کنه. این ترک سولو کلیک میکنیم. و نکته‌ای که وجود داره اینجا، ببینید من وقتی که دابل کلیک بزنم ببینید این باز شد. الان با نگه داشتن کلیک داره لوپ میخوره و دلیل هم داره، یعنی یه سری تنظیمات وجود داره که در مودهای مختلف، یعنی من پیشنهاد میکنم برای کار دقیق تر حتما ویدیوی سمپلر رو و سیمپلر خصوصا با دقت زیاد ببینید، چون شما هرچقدر سیمپلر رو مسلط تر باشید توی این مرحله به شما کمک خواهد کرد. همه اینها مثلا روی اسلایس یک میتونیم اسمش رو تغییر بدیم، این صدای کیکه. نمیخوام لوپ اجرا بشه، روی وان شات میذارم. یک مقدار دقیق در زوم میکنیم تیکه‌ای که از این کلیپ استفاده شده، حتی اون تیکه بعدش رو هم حذف کردیم. میتونیم نامش رو تغییر بدیم تحت عنوان استیک. این یک کیک دیگه هست، کیک دو. اینو فعلا میذاریم وکس و باز هم انتخاب محدوده ای که محدوده مناسبی برای سمپل هست. اینها رو هم میتونیم حالا دیگه بلا استفاده قرار میدیم و دیلیتشون میکنیم، یعنی صرفا از لوپی که اسلایس کردیم 4 تا از صداهاش رو میتونیم داشته باشیم و این پارتی که خودش حد زده بود اینو ما پاک میکنیم و خودمون میتونیم از نو یک گروو جدیدی رو برای این ساختار بنویسیم. برای مثالی که توی پرانتز حالا چون از کیکش هم میخوام استفاده کنم، مثلا ببینیم به این شکل روی وکس
استیکی که میتونه استفاده بشه، میتونه به دید مثلا ضد ضرب حرکت کنه. حالا من فرض رو بر این میذارم که از این کیک نمیخوام استفاده کنم و اینجا میتونیم با کل مجموعه چک کنیم داستان رو، غیر از این ترک 11 که نمیخوایم اجرا بشه. و کارهای دیگه‌ای که میشه انجام داد با دانشی که شما از خود ساختار درام رک به دست خواهید آورد، این خودش به نوعی یک درام رکی هستش که در داخل خودش سیمپلری اومده سمپل ها رو داره به این شکل استفاده میکنه و شما اینجا خیلی راحت مثلا کوک اینها رو هم میتونید تغییر بدید. مثلا این وکس رو من میتونم کوکش رو تغییر بدم، ترانسپوز کنم نسبت به صدایی که وجود داره با وکس اولی که در ویدیوی قبلی درست کردیم. اینو مثلا یک فاصله حالا چهارم درست به بالا، پنجم درست ترانسپوز میکنیم، هفت و نیم پرده، یعنی سه و نیم پرده. یا منفی میتونیم چرخه اینو تغییر بدیم، مثلا ارزشش رو با این کلیک داپلیکیت کنیم و این وکس ما یک جا باشه. و خیلی وریشن متنوعی که در طول این روند تبدیل یک فایل ویو به اسلایس میتونیم به دست بیاریم، خصوصا مثلا اگر وکال باشه خیلی جالب میشه. و الان یه فیگور ریتمیکی بود که تونستیم به این صورت در بیاریم.